آقای کلانتری، درباره اختلاس منطقه آزاد اربند و دلیل بازداشت موعود شمخانی چه اطلاعاتی وجود داره و نام چه افرادی در این پرونده مطرحه؟ عرض کنم خدمتتون که اطلاعاتی که تا الان اومده کاملا متناقضه. از همین بحث اختلاس 130 هزار میلیارد تومانی هست تا نصب یک گاردریل که موجب مرگ یک نفر شده. اما اون چیزی که بیشتر میدونیم در مورد پرونده، چون پرونده الان تو مرحله دادسرایه، اونجوری که من کسب اطلاع کردم پرونده الان در شعبه پنجم بازپرسی دادگاه انقلاب و عمومی آبادان در حال رسیدگیه و این شعبه زارن دستور بازداشت موقت ایشونو داده. البته اینها در مسئله متروپول هم شریک بودن، در واقع با حسین عبدالباقی. به این نوعی میشه گفت متروپول ریخ، حسین عبدالباقی مرد، اما باقی قضایا هیچ وقت مشخص نشد تا الان. خب آقای کلانتری، به نظر شما چرا تا الان مراجع قضایی مشخصا درباره دلیل بازداشت موعود شمخانی اظهار نظری نکردند؟ به هر صورت الان اگر سوالم بشه از مقامات قضایی، چون در مرحله دادسرا و دادرسی میگن ما نمیتونیم اطلاعاتی بدیم، از هیچ اطلاعاتی نمیدن تا وقتی که بره دادگاه و حکم تجدید نظر، یعنی حکم صادر شه بعدی و تجدید نظر هم تایید کنه. در واقع اون موقع است که مقامات قضایی میتونن از لحاظ قانونی اطلاع رسایی کنن، گرچه در پرونده های دیگه هم دیدیم که قبل این مراحل هم بالاخره اطلاع رسانی کردن. اما به هر صورت نقش آقای علی شمخانی به عنوان عموی آقای موعود شمخانی خیلی مهمه در سکوت خبری که از طرف اینها در حال حاضر جاریه تو پرونده. در میان پرونده منطقه آزاد اروند افراد دانه درشتی هم دیده میشه، افراد بلندپایه نامشون. آیا احتمال میدید که این پرونده از مسیر رسیدگی خارج بشه؟ قطعا میشه. ببینید آقای علی شمخانی سال 92 عضو هیئت مدیره منطقه آزاد اروند شده. 94 همین آقای موعود شمخانی میاد اونجا عضو، یعنی معاون فنی و زیربنای منطقه آزاد اروند میشه. سال 99 هم باز خبری از بازداشت مدیر عامل و معاونین منطقه آزاد اروند به جرم همین اختلاس و زمینخواری میاد بیرون، اما نه اسمی دقیقا میاد بیرون نه مشخص میشه سرنوشتش چیه. الان هم معلوم نیست که این پرونده ادامه همون پرونده های قبلیه و یا یک پرونده جدیدیه که ما اطلاع نداریم، یا به صورت نقل قول‌های کمدی که مثلا نصب یک گاردریل و مرگ یک نفر بوده که اینا رو دستگیر کرده.